بینندگان عزیز سلام، با آماج امشب خوش آمدین. بحث آماج امشب پیرامون انتخابات، نقش اپوزیسیون در انتخابات و مذاکرات صلح با طالبان است که بحث آماج اختصاص دادیم به گفتگوی ویژه با آقای احمد ضیا مسعود، رئیس جبهه ملی افغانستان. آقای احمد ضیا مسعود، به بحث ما بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. لطف کردیم، صدا تشکر از تشریف آوری شما. سپاس. آقای مسعود، می‌خوایم بحث در مورد انتخابات شروع کنیم. شما کارکردهای حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات در مورد پیشبرد کارهای انتخابات چگونه تا اکنون بررسی میکنین؟ متاسفانه تک مکانیزم بسیار درست و شفاف تا بالا به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف وجود نداره و خود قانون انتخابات هم که فیران در مجلس در پارلمان است نواقص خیلی زیاد داره و آرزومندی هم است که قانون انتخابات قسمی پاشه و که تضمین کننده برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان باشه. شما گفتین که میکانیزم شفاف وجود نداره برای انتخابات. این میکانیزم شفاف کدام میکانیزم است؟ قانون انتخابات است؟ قانون اساسی در مورد انتخابات بحث کرده؟ قانون انتخابات در مجلس است که سرش بحث میشه؟ شما از کدام میکانیزم دیگه میخواین صحبت کنید؟ شما ببینید در قسمت ای که در قانون انتخابات مثلا مشکل احزاب سیاسی هنوز باقی مانده و در روی بر احزاب سیاسی هیچ نقش قائل نیستند در خود قانون انتخابات. مسئله که کمیسیون سهم شکایات تقریبا از بین بردن، یک کمیسیون که میتونه نظارت بکنه تمام پروسه انتخابات در قانون انتخابات اصلا وجود نداره و همچنان مسئله یک صلاحیت و وظایف کمیسیون برگزاری انتخابات هنوزی به توشیح رئیس جمهور نرسیده، با وجودی که در پارلمان هم تصویب شد و در سنا هم تصویب شد و در او قسمت کمیته گزینش تایید کردن و دو نفر ناظر بین‌المللی قبول نکردن، اما هنوز او هم معلوم نیست که رئیس جمهور رو امضا میکنه یا نمیکنه. کارتهای مثلا رای دهی جدید حکومت تصمیم نداره که دوباره چاپ بکنه و خود ثبت افراد، نام افراد که باید رای بدن در حوزه‌های رای دهی متاسفانه او هم به تعویق افتید و به شکل عام که دوباره کارت‌های رای دهی توزیش آن نظر به ثبت نام افرادی ای وجود نداره. و مشکل دیگه که در قانون انتخابات است مسئله حوزه هاست که فعلا در سطح ولسوالی ها حوزه های رای دهی را مشخص ساختن، نه در سطح ولایت. ی خودش تنش‌های قومی و گروهی را در سطح هر ولسوالی خیلی زیاد میکنه. از نظر قانونی کار رئیس کمیسیون انتخابات امروز رسما به پایان میرسه. شما در مورد آینده کمیسیون انتخابات و رئیس که انتخاب میشه چی فکر میکنین؟ نگران هستین؟ مسلماً آل خب چند روز پیش که رئیس جمهور دعوت کرده بودن بعض نهادهای جامعه مدنی را که در قسمت مشورهای داشته باشن، همه گی به یه عقیده شدن که آنچه قانون انتخابات میگه روی همون میکانیزم باید تاکید صورت بگیره. ما هم به می عقیده استیم که از طریق قانون انتخابات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات باید تعیین شوه و یک شخصیت بی‌طرف باشه و طرفدار حکومت نباشه، شخصیتی باشه که تمام احزاب سیاسی بالای از اعتماد داشته باشه. اما چگونه میتونیم که در جستجوی یک کسی باشیم که تمام احزاب سیاسی بالای از اون اعتماد داشته باشن و من حیث رئیس کمیسیون انتخابات برگزیده شو، از کدام میکانیزم احتمالا کسی را که شما فکر میکنین که مورد اعتماد شماست مورد اعتماد حکومت نباشه، مورد اعتماد یک حزب سیاسی دیگر نباشه؟ شخصیت های ملی ما داریم خیلی زیاد در سطح کشور ما، شیرهای بسیار خوشنام هستن که میتونه مثلا در پارلمان هم مطرح شود که سر کدام شخصیت آدم میتونه زیاد تاکید بکنه و در جامعه مدنی افغانستان هم مثلا شخصیت های ملی ما مورد احترام هستند و در بین احزاب سیاسی هم شخصیت ها ما داریم. اگه تو چند نام مطرح شود که از بین از اینا باز با خود احزاب سیاسی، با نهادهای جامعه مدنی و با پارلمان افغانستان مشورهای صورت بگیره و حکومت هم در جریان این مشورها بوده باشه، حتما در بین 30 میلیون نفر ما چهره‌های خوشنام و بی‌طرفی داریم که معتقد به برگزاری یک انتخابات بی‌طرف در کشور باشه که هیچ نوع علاقمندی
برای پلیسیا یا سیاستای حکومت نداشته باشه. اما شما گفتین که با شورای ملی مشوره شده در این مورد، با احزاب سیاسی در این مورد مشوره شده، به چند نامی که داده میشه تا اینکه همگی با موافقه برسن، یک نفر که مورد اعتماد همه باشه من حیث رئیس انتخاب شود. و شما یادم کردین که رئیس جمهور چند وقت پیش احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی را دعوت کردن که تا در این مورد رایزنی کنن و مشوره کنن، و شما هم از جمله کسایی بودین که دعوت شده بودین در این بحث، اما شما در این جلسه مشورتی اشتراک نکردین. دلیل اشتراک نکردنتون چی بود؟ رئیس جمهور کوشش میکنه که کسایی را اوجا باز سرش تحقیق صورت بگیره که طرفدار حکومت بوده باشن و قسمان تمایل داشته باشن برای حکومت. بهتر همیست که از طریق قانون انتخابات، میکانیزمی که قانون انتخابات در قسمت تعیین رئیس کمیسیون انتخابات تعیین میکنه مشخص میسازه، اون میکانیزم صورت بگیره. اما شما از مشوره صحبت کردین، گفتین مجلس هم در مورد صحبت کنه و یک لیست 5-6 نفری را بده تا همگی با توافق برسن. بله. فکر نمیکنین که یک اقدام بود به خاطر مشوره دهی و رایزنی در این مورد و اشتراک شما احتمالاً معصر واقع میشه؟ تو میتونستی نظراتتون رو بگوین. مشکل حکومت است که کارهای حکومت کرده تقریبا که مردم و احزاب سیاسی در تصمیم گیری هایی که حکومت میکنه، مشوره هایی که میکنه بی باور شدن. اگر این مشوره یک چیزی بسیار خوب است، درست؟ چند وقت پیش در قسمت مسئله قانون انتخابات هم رای بعض احزاب سیاسی رو دعوت کرده بودن، خود رئیس جمهور در کم رای دونا مشوره هایی داشتن و از جمله دونا رهبر ائتلاف ملی دکتر صاحب دلنا و سایر برادر هم بودن. اونا پیشنهاداتی داشتن در قسمت قانون انتخابات، اما دو روز بعدش قانون خود حکومت بدون در نظر داشت مشوره از اونا به پارلمان معرفی کرد. از این خاطر فعلا یک بدگمانی وجود داره، یک بی‌اعتمادی وجود داره که ما ایتو فکر میکنیم که اگر به دعوت رئیس جمهور در قسمت مسائل ملی مشوره بتین یا مشوره صورت بگیره، امو جامعه عمل به خود نمیگیره و از این خاطر هم احزاب سیاسی بدنام میشن و هم اعتبار احزاب سیاسی در بین مردم افغانستان صدمه میبینه. این شما از این بعد تصمیم گرفتین که در هر جلسه مشوره دهی در مورد موضوعات کلان مملکتی دیگر با حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان نشست نکنین؟ اگر یک گرانتی وجود داشته باشه که گپ احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی شنیده میشه و یک اعتماد به وجود بیاید. متاسفانه فعلا اعتماد به کلی از بین رفته و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تا جایی که امکان اونطوری که لازم است بالای حکومت اعتماد نداره. اما حکومت یک زمینه را برای شما مساعد نساخت که برین تا باز هم صحبت کنین؟ امرای خود رئیس جمهور؟ بله. دعوت کردن، گفتم روی همین بی‌اعتمادی ما نرفتیم و نظر به اون مجلس قبلی که صورت گرفته بود احزاب سیاسی رو دعوت کردن، در وجه یک بی‌تعهدی صورت گرفت. به احزاب سیاسی وعده کردن که ما در قسمت قانون انتخابات چیزی که احزاب سیاسی میگن امور عملی خواست ساختن و پیشنهاد خواست کردن، اما دو روز بعدش قانون خود روان کردن و احزاب سیاسی ائتلاف های سیاسی در بین مردم افغانستان یک کمک اعتبار خود از دست دادن. تشکر. بعض دیگه ایست که گفته میشه بعض از رهبران سیاسی که در مدت همین 30 سال رهبر بودن و در قدرت بودن، اینا میخواین در جستجوی یک طرح ملی هستن، به گفته خودشان آجندای ملی که جاگزین انتخابات شوه و انتخابات برگزار نشه. به نظر شما بجز از انتخابات چی بدیل دیگه میتونه که دموکراسی را و سرنوشت مردم را تعیین کنه؟ هیچ بدیل دیگه نمیتونه که جای انتخابات را بگیره. ما هیچ بدیل دیگه نداریم که مردم از طریق ازو بتونن امو از حق سیاسی خود استفاده بکنن. و وقتی که ما میگیم که انتخابات دیگه مفهوم است که مردم کدله های وسیع مردم در روند سیاسی اشتراک میکنن و از حق سیاسی خود به خاطر تعیین زعامت کشور استفاده میکنن. این حالی مجموعه های ملی هایی که بعض برادرهایی که طرفداری هستن که از طریق دگان مجلس هایی که همه نخبه ها جمع شوند یک تصمیم مشترک گرفته شوند، ای هم خوب است، اما ای پیش از انتخابات، باید ای که یک انتخابات شفاف که اوقدر زیاد رقابتی هم نباشه ما به یک تفاهم برسه پیش از انتخابات،
ای در این حد خود محصر است. اما شما شامل از این جریانات هستین که گفتم میشه در پی از ایستن که یک طرح جداگانه و کاملا متفاوت با وجود بیارن تا جایگزین انتخابات شود. در این جریانات وجود داره جبهه ملی افغانستان؟ او به مفهوم این نیست که جایگزین انتخابات شود، به مفهوم از این است که بین ائتلاف ها و گروه های سیاسی یک تفاهم صورت بگیره، به اینکه رقابت های سیاسی بسیار تشدید نشه، بیش از اینکه ما طرف انتخابات بریم سر یک نفر همه احزاب سیاسی یا ائتلاف های سیاسی که نظرات مشابه دارن به تفاهم برسن که بازم او را پیش کنند در رقابت های انتخاباتی. این مشکل سیاسی ما را کمه که حل می سازند. گفتم میشه شما اخیرا دیدار داشتین با استاد سیاف. این دیدار از جمله دیدارهای معمول است که همیشه می بینند رهبران سیاسی، حکومت با رهبران سیاسی و یا اعضا اپوزیسیون با همدیگر که نشست می داشته باشن و بحث می کنند. شما هم در این نشست با استاد سیاف چی موضوعات بحث کردین؟ ما مسائل ملی را بحث کردیم. مسائل ملی کدام مسائل؟ مثلا موضوع خود کشور که یک بحران سیاسی و اجتماعی اقتصادی قرار داره و ما میریم طرف 2014 که یک مرحله بسیار حساس است در تاریخ کشور ما. تمام مباحثات دوری محور چرخ میزد که ما چطور میتونیم از طریق یک مکانیزم درست و شفاف کشور از بحران فعلی از طریق برگزاری یک انتخابات شفاف نجات بدیم. کدام گروه ها میتونن با ما همسو باشن؟ ما چطور میتونیم وحدت ملی را در کشور تضمین بکنیم، به وجود بیاریم؟ ما چطور میتونیم در انتخابات مشترکاً تصمیم بگیریم؟ و چطور ما بتونیم حکومت قناعت بدیم که در پروسه انتخابات قسم مداخله نکنه که خدای نخواسته دموکراسی ناکام بمانه؟ و ما باید کاری بکنیم به اشتراک همه گروه های سیاسی که واقعاً یک حکومت قوی در افغانستان که ممثل اراده و منافع همه گروه های قومی در افغانستان باشه به وجود بیاد. اما در این نشست دیگه کیا اشتراک کرده بودند؟ ما با استاد سیف تنها من خودم بودم و یک دو برادر دیگه ما همکارای ما وجود داشتن و استاد سیف نظرات بسیار معقول داشت و نظرات خیلی خوب داشت در قسمتی که ما چطور افغانستان بتانیم نجات بدیم. انشاءالله حالا ما یک همسویی با استاد سیف در قسمت مسائل ملی پیدا کردیم، جبهه ملی، و آرزومند هستیم که بعد از این بین جبهه ملی و خود استاد سیف و بعض برادرای دیگه که مربوطین استاد سیف هستن یک همسویی هماهنگی به خاطر نجات کشور به وجود بیاد که انشاءالله ما یقین داریم که به وجود هم میاد. گفتم ایشا که احتمالاً استاد سیف یکی از نامزادهای پست ریاست جمهوری آینده افغانستان باشن، شما از استاد سیف حمایت میکنین؟ استاد سیف یک مطرح نکرد که اونا کاندید پست ریاست جمهوری هستند در افغانستان. تمام گپایشان به این مبتنی بود که ما چطور افغانستان از این مرحله بسیار حساس بحرانزا بتانیم نجات پیدا بکنیم و چطور ما بتانیم یک حرکت ملی را در سطح کشور شکل بتیم که به یک حرکت سیاسی قوی تبدیل شوه و یک حکومت قوی را در افغانستان به وجود بیاره. اما اونا هیچ نگفتن که من خودم کاندید ریاست جمهوری هستم. ما به این عقیده هستیم و بحث همینطور صورت گرفت که همه گروه های سیاسی و نخبه های سیاسی دور یک محور جمع شوند، آهسته آهسته سر تمام مسائل بحث های صورت بگیره که بعد از 2014 ما ساختارهای سیاسی، ساختارهای امنیتی، ساختارهای اقتصادی ما چطور باید باشه و بعد از آهسته آهسته ما سر دو سه نفری که کاندیدای ریاست جمهوری باشن بحث خواهیم کرد و از سه نفر بالاخره به دو نفر، از دو نفر به یک نفر، در آخر ما به یک تفاهم برسیم و این یک نفر هر کسی که بوده باشه باید از پشتیبانی همه جامعه ملی افغانستان برخوردار باشه تا خدا بخواهد در آینده افغانستان یک حکومت قوی به وجود بیاد. شما صحبت کردین از همسویی با استاد سیاف، گفتین یک همسویی میان ما به وجود آمده. این همسویی نظرات شخص شما است با استاد سیاف و یا نظرات جبهه ملی افغانستان در کل؟ نظرات جبهه ملی افغانستان در کل. استاد سیاف با جناب صاحب دوستم هم ملاقاتای داشتن. استاد سیاف با نماینده خود استاد محقق هم، نماینده خود استاد سیاف همراه استاد محقق هم گفتگوهای داشتن، مباحثاتی داشتن و نتایج مذاکرات بسیار عالی و بسیار مثبت. در صورت که این نظرات عمومی جبهه بوده و شما گفتین نماینده استاد محقق هم با استاد سیاف دیده، از جنرال دوستم هم با استاد سیاف دیده، چقدر فکر میکنین که این دیدارها مؤثر باشه با در نظر گرفتن
گذشته سیاسی و اختلافات سیاسی این اشخاص را که شما نام بردین؟ اعتراض کال شرایط طوری است که رهبرای سیاسی زیاد توجه به گذشته های بسیار تاریک نمیکنند. در بسیار کشورها در بین بسیار ملت ها مشکلات وجود داشته، مگر یک باز منافع. اما مردم توجه نمیکنه به نظرتان؟ خب حوادث بسیار خراب تاریخی را اگر سرش بحث بکنیم، این به این مفهوم است که ما در یک دور باطل تاریخی خود قرار میتیم و هیچ نمیتونیم که یک راه حل معقول برای نجات کشور از بحران فکری پیدا بکنیم. اما با در نظر داشته سابقه سیاسی اشخاص را که شما نام بردین، چی تضمینی وجود داره که باز و دور باطل که شما میگین دوباره تکرار نشوه؟ خب شرایط فرق کرده، اوضاع فرق کرده، فعلا در افغانستان ما یک نوع دموکراسی داریم، فعلا شرایط قسمی است که ما در محتوای یک جامعه دموکراتیک و در محتوای یک حکومتی که مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی باید باشه میخواهیم فعالیت بکنیم. بسیار مهم است که ما فعلا سر آینده های روشن و سری که نسل بعدی ما چطور بتانند در افغانستان به شکل مسالمت آمیز و همسو زندگی بکنند فکر بکنیم. عوضی که به گذشته های تاریک بریم، بیشتر از سر زندگی نسل های بعدی خود فکر بکنیم که ما چطور میتونیم نسل جوان ما را هم از گروپ های قومی پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، نورستانی یا اینا را با هم آشتی بتیم، در اگم سوی قرار بتیم، همه را معتقد به اهداف ملی بسازیم که همه من حیث یک افغان پشتر یک حرکت سیاسی قرار بگیره. اما پرسش همینجاست که مردم چگونه اعتماد کنند بالای اینا؟ خواهم باز تکرار کنم که چون مردم نقش اساسی را در جامعه داره، زمانی که مردم به اعتماد شوه بالای رهبران سیاسی خود، بالای ائتلافا و گذشته های سیاسیشان در نظر بگیره، مردم چگونه باز میتونه اعتماد کنه؟ مردم حق دارن که مشکوک باشن سر تمام روند های سیاسی، اما اینا لیج بسیار اهمیت داره که خود رهبران سیاسی چطور میتونن صداقت خود بر مردم نشان بدن و ثابت بسازن. من فکر میکنم که مرحله جدید مرحله بسیار حساس و تاریخی است و همه رهبران سیاسی باید منتقد به منافع ملی باشند و منافع کشور باشند، منافع گروهی، قومی، منافع شخصی را کنار بگذارند، چرا شرایط یک شرایط جدید است، زمان یک زمان جدید است و به این ترتیب ما چطور میتونیم از بحران فعلی به جز اینکه به تفاهم ملی برسیم دیگه هیچ راهی نداریم. جبهه ملی با ائتلاف‌های مختلف نشست و برخاست دارند و در این زمان بعض قسم مطرح میشه که گویا جبهه ملی افغانستان، ائتلاف ملی افغانستان و حزب حق و عدالت اینا یک ائتلاف کلان تشکیل میتن و با هم در انتخابات یک جا کار میکنن. چقدر این واقعیت داره و اگر این صحبت ها جدیان داره، این صحبت ها در کجا رسیده؟ این بسیار فعلا ارتباطات ما بسیار خوب است، هم با ائتلاف ملی، هم با حزب حق و عدالت و با سایر گروپ های سیاسی که فعلا در کشور وجود دارن، با گروپ پیر صاحب گیلانی، با گروپ حضرت صاحب سبغت الله مجددی، با یکی از گروه های حزب اسلامی مذاکرات جدیان داره. از صرف نظر از اینکه با گروه های دیگه ما در تماس هستیم و کلی به این فکر هستن که شرایط فعلی حکم میکنه که بین تمام نخبه های سیاسی و گروه های سیاسی یک همسویی و همکاری به وجود بیاید تا ما بتانیم، خدا بزرگ است که کشور بتانیم از بحران نجات بدیم، یک راه حل منطقی را بتانیم پیدا بکنیم. شما گفتین که با یکی از گروه های حزب اسلامی هم دیدار داشتین، این گروه حزب اسلامی کدام گروه است؟ گروه حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال صاحب است که دکتر صاحب انور چند وقت پیش، چند روز پیش ما در خانه پیر صاحب امرایشان نشست هایی داشتیم، دید بازید هایی داشتیم و در اوج احزاب دیگه هم شامل بودن که ما امیدوار هستیم که انشاءالله با تمام احزاب جلب توجه کنیم به این که همه گی منتقد به یک راه و رسم سیاسی شوند، اهداف مشترک شوند، شعارهای سیاسی واحد شوند و همه گی منتقد به این شوند که در نهایت ما یک کاندید مشترک بتیم، چرا این کشور ما در شرایط فعلی تحمل رقابت های سیاسی بسیار مفرط نداره و هر قدر ما از طریق یک تفاهم و همسویی کار بکنیم برای حل مشکلات سیاسی ما، همه آینده های کشور ما از ثبات سیاسی و امنیت سر تا سری میتونه که برخوردار باشه. شما با گروه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار هم صحبت های و دیدار داشتین؟ یکی از برادران که از اونجا آمده بودن و اونا گرچه قدر زیاد متمایل به خود آقای حکمتیار
نبودند دیگه ایتو معلوم میشه که بعضی گروپایی که فعلا همراه حکمتیار صاحب هستند در اونجا کار میکنن تمایل دارن که بیان در کابل و در اینجا کارهای سیاسی بکنن و اگر اونا قبول بکنن خوب اگر نکنن شاید اینا مستقلانه کار بکنن کاندیدای جبهه ملی افغانستان برای ریاست جمهوری کی است؟ ما فعلا نام نهاد نکردیم کاندیدای خود و ما تمام تب تلاش ما داریست که اولی که ای را به یک مشوره ملی به یک تفاهم ملی بگذاریم چرا مسئله کاندیدا یک قضیه کاملا در سطح ملت افغانستان است و تا وقتی که مشوره با تمام اقوام گروه های سیاسی نخبای کشور صورت نگیره اگر ما دفتن کاندید بتیم ممکن باز از پشتیبانی جامعه ملی برخوردار نباشه از این خاطر ما ظرف دو ماه سه ماه دیگه باید کار بکنیم تا خدا بخواهی که به تفاهم کل اقوام شریف افغانستان و احزاب سیاسی بتانیم یک کاندید واحد معرفی بود چگونه با تفاهم کل اقوام و احزاب سیاسی شما میرسین؟ چی میکانیزم در نظر گرفتین؟ میخواین برین در ولایت بحث کنین؟ با مردم مشوره کنین؟ فکر نمی کنین که بسیار یک رای دشوار است؟ رای دشوار است کل کارهای سیاسی ماهیت همه کارهای سیاسی مشکل زا است با مشکل مواجه است اما ما کوشش میکنیم که همه را معتقد به یک برنامه بسازیم برنامه های حکومت داری، برنامه های اقتصادی، برنامه های امنیتی تا وقتی که ما مردم افغانستان و احزاب سیاسی را معتقد به یک برنامه مشخص نسازیم هر قدر مسائل اخلاقی مطرح بکنیم، عاطفی مطرح بکنیم به موافقت شاید نرسیم از نظر مسائل اخلاقی شاید همه بگوییم که خوب است که متحد شاییم یک جا شاییم یک پا اما شاید یک دو روز بعد موضوعگیری ها فرق بکنه اما وقتی که گروه های سیاسی و قوام افغانستان معتقد به یک برنامه مشخص می باشن او وقت تعهدشان به اون برنامه می باشن اونمون گرانتی می کنه خود وحدت همه مردم دور یک محور سیاسی شما احتمالا یکی از کاندیدای جبهه ملی افغانستان شاید باشین؟ ما ایر نمیگم یه ارتباط داره به این مشورهای همگانی ما با تمام گروه های قومی و احزاب سیاسی در نهایت اگر همه مردم افغانستان سر یک کاندید مشخص اعتماد کردن و او را نام نهاد کردن اگر او وقت اگر هر کسی که باشه ما تایید میکنیم اگر مردم افغانستان یا جبهه ملی یا احزاب سیاسی نام مرا گرفتن ما من حیث یک مسئولیت قبول خواهد کردیم اما حال پیش از وقت است که من بگم بزرز از شما هر کس دیگه را که من حیث کاندیدا جبهه ملی افغانستان معرفی کنه شما از او حمایت میکنید مسلما هم جبهه ملی افغانستان هم گروه های قومی و گروه های سیاسی که در اجماع ملی هر کسی را که کاندید بکنن ما به خاطر یک مصلحت ملی و به خاطر منافع کشور ما از او پشتیبانی میکنیم بس دیگه در مورد نقش و پوزیسیون در انتخابات از با در نظر داشت انتخابات گذشته افغانستان ما دیدیم که تحولات و معادلات در ساعت ها و دقایق تغییر خورد شما چی فکر میکنین که در انتخابات قرار است یک سال بعد برگزار شوه چقدر میتونه که اپوزیسیون نقش مستحکم تر داشته باشه و متحدانه تر کار کنه اپوزیسیون منظورتان جبهه ملی است؟ در مجموع اپوزیسیون هم میگم جبهه ملی و ائتلاف های دیگه که شما گفتین امرایشان صحبت میکنین نشست ها داشتین شما بینین کل مردم افغانستان از شرایط خیلی بسیار ناراضی است شما برین در بازار مثلا در دکان ها برین مردم عادی رو ببینین تکسی وان رو ببینین مثلا دکاندار رو مصاحبه کنین کراچی وان رو مصاحبه کنین از شرایط فعلی و کارکردهای حکومت فعلی بسیار ناراضی هستند و این مسئولیت نخبه های سیاسی کشور است که اینا مسئله منافع شخصی را باید قربانی منافع ملی بسازند و در دور یک مفکوره ملی که بتانه یک رای حل معقول باشه برای کشور دور هم بیاین و دیگه مسئله تعاملات سیاسی معامله گری و تاکید کردن سر منافع گروهی قومی حزبی اینا رو کنار بگذارن چرا شرایط نیست که ما سرنوشت کشور توسط یک معامله سیاسی بتانیم حل بکنیم شرایط بسیار زیاد بحرانی است و تنها وقتی ما میتونیم که همه ما واقعا همون پلان ها و برنامه های رو بتانیم بسنجیم که دور رای نجات کشور باشه به این خاطر حال هم نخبه های سیاسی و هم مردم افغانستان معتقد بایستن که یک رای حل معقول برای نجات کشور باید پیدا شد قبل از اینکه بحث از سر نقش اپوزیسیون ادامه بدیم و سرش بحث کنیم شما گفتین که مردم اگر شما در بیرون برین مردم از کارکردهای حکومت شاکی هستند خوش نیستند و شکایت میکنند این شکایت و این شاکی بودن از کدام زمان آغاز شده؟
خب شما ببینید از طول از 2001 تا بال وقتی که حکومت جدید به وجود آمد مردم بسیار خوشبین بودند که تحولات عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در زندگیشان رخ می‌دهد، ریفورم‌های اجتماعی به وجود می‌آید، اقتصاد زندگیشان خوب میشه، امنیت سرتاسری میشه، مسئله گروه‌های شورشگری و طالبان دیگه ختم میشه، تعلیم و تربیت مثلا معیاری میشه، صحت مردم خوب میشه. اما متاسفانه ما می‌بینیم که مردم هنوز هم در فقر اقتصادی زندگی میکنن، تعلیم و تربیت ما مثلا متاسفانه معیاری نشد، صحت مردم خراب است، امنیت سرتاسری نشد. در مجموع یک نوع پرمنهای بسیار بزرگ اجتماعی اقتصادی و سیاسی در کشور وجود داره و مردم حق دارن که در شرایط فعلی شکایت بکنن. شما از شکایت گفتین آقای مسعود، گفتین حق دارن که مردم شکایت کنن، زندگی مردم در زندگی مردم تغییر نامده. اما احتمالاً که این سوال این پرسش از شما بارها شده باشد در بحث‌ها و گفتگوهایی که شما داشتین، اما شما هم بخش از این حکومت بودین. یک مدت طولانی با حکومت با امیر رئیس جمهوری که شما انتقاد میکنین، شما معاون اولش بودین، کار میکردین، چرا در آن زمان انتقاد نمیکردین و چرا بالاخره اگر انتقاد میکردین و انتقاد تون نتیجه نمیداد چرا استعفا نکردین؟ همین سوال همیشه از من جرمنتای محترم میکنم، مردم همین سوال میکنم، ما که سوال میکنیم پرسش های مردم از دقیقت ما به کرات امیر جواب دادیم که ما در اون وقت نمی خود ساختار ریاستی که در کشور ما وجود داره اصلا معاونین رئیس جمهور هیچ نوع صلاحیت نداره. اما شما که صلاحیت هم نداشتین چرا ادامه دادین تا زمانی که کارتون رسما ختم شد؟ ما تقریبا 3 سال به این شکل ادامه دادیم. من رئیس کمیسیون اقتصادی بودم، درست، و بسیار علاقه هم داشتم که در اقتصاد کشور یک تغییر به وجود بیاید. اما تمام تصمیم گیری ها توسط خود رئیس جمهور صورت می گرفت. مثلا در خود کمیسیون اقتصادی وقتی چیزایی را که ما تصویب می کردیم او باید ظرف یک ماه دو ماه عملی می شد یا حداقل در کابینه می آمد که دوباره تصویب می شد. اصلا کمیسیون اقتصادی باید تصمیم گیری هاش مستقلانه باید عملی می شد. اما این مکانیزم قسمی بود که باید در کابینه می آمد و وزرای غیر اقتصادی هم سر از او بحث می کردن. اما در یک ماه دو ماه مصوبات کمیسیون اقتصادی در کابینه اصلا نمی آمد. باز تصمیم گیری هم توسط خود رئیس جمهور می شد. ما در اون وقت وقتی که دیدیم در 3 سال کارهای ما نتیجه نداد، ما به رهبری استاد بزرگوار ما استاد برهان الدین ربانی جبهه متحد ملی را به وجود آورده گویا عکس العمل بود در مقابل پالیسی های حکومت گونه بود تقریبا میتونست که یک نوع ارائه کنه استعفای ما را یا اپوزیشن بودن ما را یا مخالفت ما را با پالیسی های حکومت. اما هنوز هم شما رسما کار ادامه دادین با رئیس جمهور تا وقتی که مدت کاریتان از نظر قانونی ختم شد؟ ما همون وقت مشوره کردیم که استعفا بدیم یا ادامه بدیم. باز هم خود استاد بزرگوار و دیگه برادرها که در جبهه متحد ملی بودن توصیهشان این بود که نشه خدای نخواسته در این وقت مملکت به طرف یک بحران دیگه نره، یک مشکلات سیاسی به وجود نبیه، بهتر است که خودت تا آخر به کارت ادامه بدیم. نظر به توصیه های از با باز ما جبهه متحد ملی به حیث یک اپوزیشن بسیار قوی عرض اندام کرد که من خودم هم معاون رئیس جمهور بودم و هم عضو اپوزیشن و نمو نشان میداد که ما مخالف پالیسی حکومت است که او اپوزیشن را که شما نام میبرین دیر هم ادامه پیدا نکرد و بسیار زود هم ازم پاشید. زود نپاشید تا نزدیکای انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد. اما متاسفانه در وقت بعضی برادران از اهداف اپوزیشن انحراف کردن و طرف حکومت گرفتن و در اون مرحله از هم پاشید. سپاس. بینندگان عزیز بعد از یک وقفه کوتاه این بحث را با ما دنبال نمایید. بینندگان عزیز به ادامه بحث ما خوش آمدین. آقای مسعود، اپوزیسیون و مخصوصا جبهه ملی افغانستان چی تضمین وجود داره که مانند انتخابات گذشته مثل که قبلا هم یادآوری کردم در دقایق و ساعات آخر تصمیمهایشان تغییر نکنند و نرن در کنار یک کاندیدایی که یا طرفدار حکومت باشه و یا طرفدار رئیس جمهور باشه؟ چی تضمین در این مورد وجود داره؟ بس شما معلوم که احزاب سیاسی در افغانستان نهادمند نشدن تا بالا
و هر گروه سیاسی بیشتر سر منافع گروهی، سر منافع قومی خود فکر میکنه و در کشورهایی که احزاب سیاسی نهادمند نشده باشه بسیار مشکل است که یک تضمین وجود داشته باشه. اما نظر به این شرایط سیاسی که ما فعلا داریم و نظر به انکشافات سیاسی که در افغانستان صورت گرفته، بازم انشاءالله امیدواری است که نخبه‌های سیاسی ما دور برنامه ها جمع شوند، برنامه هایی که واقعا میتونن کشور نجات بدن، نه دور منافع شخصی خود. از 4 سال گذشته تا اکنون چی انکشافات سیاسی متفاوت صورت گرفته که باز شما فکر میکنین رهبران سیاسی، ائتلاف ها و اپوزیسیون متحدانه تا به اخیر پیش میرن و در ختم روز معامله گری نمیکنن؟ خب از 4 سال یا از 2001 تا بالا انکشافات سیاسی خوبی صورت گرفته. احزاب سیاسی نو به وجود آمدن، احزاب سیاسی کم کم تشکیلات پیدا کردن و حافظ منافع گروه های مختلف اجتماعی هستند فعلا، و اما به شکل احزاب گسترده یا فراگی فعلا متاسفانه ما در کشور نداریم که همه اقوام و افغانستان، گروه های اجتماعی افغانستان در یک بستر سیاسی بتانن معتقد به چند هدف ملی شوند. و این حتما زمان کار داره که تا وقتی که ما بتانیم احزاب سیاسی فراگیر به وجود بیاریم. اما باز هم خوشبینی موجود است که هر روزی که تیر میشه و نخبه های سیاسی ما تجربه میگیرن و با سپری شدن هر روز گروه های سیاسی معتقد به منافع ملی میشن و این نمی یک تغییر است. و به این خاطر ما روزمند هستیم که در شرایط فعلی برنامه هایی که بتانه کشور نجات بتن، نه برنامه های قومی، نه برنامه های گروهی، نه منافع شخصی، همگی معتقد به می شوند و فعلا اینمی همی فرهنگ سیاسی کم کم داره در کشور ما شکل می گیره. شما پیشتر گفتین دبستان که در افغانستان نهادهای سیاسی نهادینه نشده، احزاب سیاسی نهادینه نشده. پس اینا که نهادینه نشدن در هر انتخابات و در هر زمانی که موضوع امتیازگیری و موقفگیری مطرح باشه، اینا با هم ائتلاف کنن و در ختم روزم ائتلاف ها را از هم بشکنانن و برن معامله گری کنن. اینجا باز سوال قبلی خودم مطرح میکنم که مردم باز چگونه اعتماد کنن بالای ای اپوزیسیون و ای نهادهای سیاسی را که شما گفتی نهادینه نشدن؟ خب یک واقعیت است که من میگم که احزاب سیاسی نهادینه نشدن و به شما معلوم که احزاب سیاسی در بستر تکامل تاریخی خود شکل میگیره، از مراحل گروه های اجتماعی به وجود میاد که حافظ منافع گروه های اقتصادی اجتماعی ها می باشن و آهسته آهسته تکامل میکنن و به احزاب سیاسی تبدیل میشن. اما مردم ای احزاب سیاسی و ای اپوزیسیون که گفتن تجربه نداره و در یک بستر اینا رشد میکنن، تا چی وقت تجربه کنن؟ چقدر تجربه کنن مردم؟ بالاخره مردم تا از این تجربه بسیار خسته شدن. خب احزاب سیاسی معمولا در تمام دنیا بسیار زمان گیر می باشه که به حزب نهادمند تبدیل شوه. درست حتی میشه که قرنا مثلا احزاب سیاسی ما در کشورهای اروپایی داریم که در بستر تکامل سیاسی خود یا تکامل کردن و فعلا به حیث، اما واقعا مانند اعضا و ائتلاف های افغانستان شکنند هستن اونا؟ نه، این ائتلاف های افغانستان خود ما در 2001 تا بال شاهد یک تحول سیاسی بوده. درست احزاب سیاسی معمولا در افغانستان یا دور شخصیت های قومی چرخ میخوره، شخصیت هایی که ممثل منافع یک گروه قومی خود هستند، یا در کشورهای مثل ما وقتی که یک حادثه کودتا صورت میگیره، یک مشکل سیاسی به وجود میاد، باز یک حزب سیاسی به وجود میاد. احزاب سیاسی در کشورهای ما مثل ما متاسفانه ای مراحل تکاملی خود طی نکردن که از یک مرحله بسیار خرد که حافظ منافع گروه های خرد اجتماعی باشن یا اقتصادی باشن تا به یک حزب سیاسی تبدیل شوند. این بسیار زمانگیر می باشه. در اروپا هم همینطور بوده. درست؟ اما ما فعلا یک تجربه سیاسی است که از 2001 تا باله تقریبا 11 سال شد. ما شاهد یک تعداد زیاد احزاب سیاسی در کشور هستیم و در جامعه که قومی می باشه و تمام مسائل سیاسی دور محورهای قومی چرخ می خورن، نه دور محور سیاسی. تا وقتی که ما بتانیم که محورهای سیاسی را قوی بسازیم و هویت های قومی رو به نفع یک هویت سیاسی تبدیل بکنه و یک جامعه سیاسی رو در کشور به وجود بیاریم، این هم نیازمند فرهنگ سیاسی جدید است و هم نیازمند یک کار سیاسی است که در محتوای یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه مردم سالار این مرحله سپری میشه و در نهایت احزاب نهادمند میشه. امیدوار هستیم که در افغانستان شرایط قسمی باشه که ما بتانیم
شرایط رشد احزاب سیاسی در کشور مساعد بسازیم. اما متاسفانه در کشور ما حکومت فعلی قصدن مانع رشد احزاب سیاسی میشه. شما ببینید در قانون انتخابات بر احزاب سیاسی قانونی که از طرف وزارت عدلیه معرفی شده در پارلمان هیچ نقش قائل نشده. شما من حیث رهبر جبهه ملی افغانستان و جبهه ملی افغانستان در مجموع چی راهکارهای تدوین شده مشخص برای مذاکرات صلح با طالبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده و در مورد امنیت افغانستان دارین؟ خب در قسمت صلح با طالبان اول بگوییم که مسئله صلح با گروه های شورشگر، کسایی که مخالف حکومت های مرکزی قیام میکنند، معمولا در همه دنیا یک فرمول داره که از یا از طریق سیاسی و از طریق مصالحه و برانداختن یک دیپلماسی گروه های شورشگر ترغیب میکنند که بیاین و جامعه ملی بپیوندن، اگر واقعا گروه های ملی باشه، درست؟ اگر اون نتیجه نده به خاطر تامین حاکمیت ملی و به خاطر تحکیم اقتدار ملی، حکومت ها مسئولیت دارن که به هر قیمتی که شده کسایی که به ضد قانون اساسی هستن و خلاف آرزوهای کل مردم هستن اونا رو سر جایشان بشانن و سرکوب بکنن. اما بحث را که شما مطرح میکنین بحث عمومی است. پرسش شما قسمی بود که در مورد سال مذاکره با طالبان، در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در مورد امنیت، شما کدام راهکار تدوین شده دارین؟ مثلا من ما با در قسمت صلح با طالبان اینطور میخواهیم بگوییم که اگر طالبان به حیث یک گروه ضد حکومت که قانون اساسی را قبول ندارن، اگر بیاین قانون اساسی افغانستان قبول کنن و به حیث یک شهروند افغانستان یک زندگی را اختیار بکنن، همه ما از او استقبال میکنیم، بیاین فعالیت های سیاسی داشته باشن، کاندید بتن، به انتخابات پارلمانی شرکت بکنن، هر از تمام حقوق سیاسی و مدنی خود میتونن که برخوردار باشه. همین بحث را که شما مطرح میکنین، این نوشته شده است؟ تدوین شده؟ خوی حاجتی نیست که حتما نوشته شده یا تدوین شده، اما یک راهکار مشخص که مردم بدانن. این بحث های عمومی است که شما میکنین و یا شاید سخنگوی های جبهه ملی افغانستان کنه، اما یک حزب سیاسی، یک جبهه سیاسی، اینا فکر نمیکنن که باید راهکارهایشان تدوین شده باشه، عام باشه، تا همه بتونن دو دسترسی داشته باشن و ببینن که کدام یکی از احزاب سیاسی و ائتلافهای سیاسی نظرات بیشتر و راهکارهای مشخص دارن. سعی کنین ما یک فرمول بسیار خوب معرفی میکنیم. ناامنی در افغانستان به خاطر این است که یعنی چند نفر طالب کل افغانستان ناامن ساخته باشه. سر بحث طالبان میایم، اما میخوایم مشخص اگر مشخص بگوین که شما یک راهکار تدوین شده در مورد سال امنیت انتخابات در جبهه ملی افغانستان دارین؟ بله، اول از سال گپ میزنیم. مردم میتونه در راهکار تدوین شده تون دسترسی داشته باشن؟ تشکر. بس طالبا رو شما صحبت کردین. رئیس جمهور کرزی در این اواخر گفت که طالبا هیچگاهی نگفتن که ما صلح نمیکنیم. به نظر شما گفته های رئیس جمهور چی معنی میتونه داشته باشه؟ و پرسش شده که ایسته که آیا واقعا طالبا میخواین گفتگو کنن؟ وقتی که رئیس جمهور میگه که طالبا هیچگاهی نگفتن که صلح میکنین، این به این مفهوم است که طالبا هر وقت قدرت سیاسی را به صورت کل در کشور گرفتن با دیگه گروپا صلح میکن. مثلا ما در پاریس رفتیم، درست؟ در اوجه مذاکراتی داشتیم امرای طالبا واضح گفتن که در 2001 که پیش از اینکه امریکا بیاید 95% مردم افغانستان از ما طرفداری میکرد. وقتی که امریکایی آمدن جنجال در افغانستان به وجود آمد. طالبان حالی هم در همین فکر هستند که مردم افغانستان اونا را پشتیبانشان است، قدرت سیاسی را که بگیرند باز به گروپ های مختلف سیاسی و قومی هم حقوق سیاسی و مدنیشان هم مراعات خواهند کرد، درست؟ مثلا گفتن که باز ما خانم‌ها را میگیم که مطابق میل خود شوهر بکنین و دخترها را میگیم که باز مکتب برن اما در محتوای قوانینی که طالبا دارن. این صلح طالبا که وقتی که طالبا میگن صلح میکنیم به این مفهوم نیست که اونا قانون اساسی ما را قبول بکنن و بیان شامل جامعه مدنی ما شوند. این به این مفهوم است که قدرت به صورت کل و در دست داشته باشه. شما طرفدار صلح با طالبا هستید؟ طرفدار صلح با طالبا در شما ببینید وقتی که دو گروه میخواین با هم یک همسویی در زندگی اجتماعی داشته باشن یا میخواین که مشترک زندگی بکنن، باید حقوق هم دیگر هم راحت بکنن، احترام داشته باشن. هیچ وقت نمیشه که یک گروه خواستهای خود بالا یک گروه دیگر تحمیل بکنه، درست؟
ما اینا طالبان را میگیم بیاین که سر میز مذاکره گپ بزنیم. شما معتقد به کدام ارزش‌ها در زندگی اجتماعی تان هستین؟ ما معتقد به کدام ارزش‌ها هست؟ اگر ارزش‌های مشترک پیدا کنیم یک جا میتونیم زندگی بکنیم. اگر ارزش‌های مشترک پیدا کرده نتونستیم، ما خود نمیتونیم که خواسته‌های یک ملت 30 میلیونی را قربانی خواسته‌های یک گروه 20 هزار نفری بسازیم. شما من در جبهه ملی افغانستان تلاش برای گفتگوی صلح با طالبان داشتین؟ ما در مجلس پاریس که دیدیم و اینجا بعضی برادرایی که تقریبا افکارشان انعکاس دهنده طرز تفکر طالباست، مثلا آقای حکیم مجاهد بعض اوقات یا مولوی صاحب ضعیف که همراهشان بعضی گفتگوهایی داشتیم. سعی کنید مسئله تو مطرح بشه. شما من میخوام این را واضح و روشن بگم، طالبان از نظر سیاسی معتقد بیستن که امارات اسلامی در افغانستان حاکمیت پیدا کرد. مردم افغانستان معتقد به ساختار سیاسی جمهوری است. درست؟ زعامت سیاسی از طریق انتخابات توسط رای مردم باید به وجود بیاید. طالبان میگن که 5-6 نفر یا 20 نفر مولوی صاحبا را یک جای میکنیم، هر نفری که عالم خوبتر بود اونمو را باز مولوی صاحبا تعیین بکنن به حیث امیر. این فرق کلی شما میبینین بین دو تیوری سیاسی خیلی زیاده. الان ما از این شورای صلح میخوایم یا از خود رئیس جمهور کمی فرمول صلح همراه طالبا امیر خوب مردم افغانستان تعریف بکنن کمی چی است. درست؟ مردم افغانستان زیر حاکمیت ساختار سیاسی امارات میبرن. مگر حکومت افغانستان بارها نگفته که صلح طالبان مشروط بر پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است و بحثایی را که شما مطرح کردین همه شامل قانون اساسی افغانستان میشه؟ او رو طالبان قبول ندارن. درست؟ طالبان در پاریس گفتن که ما بعد از 2014 قانون اساسی باید از سر نشه. پس طالبان که قانون اساسی افغانستان قبول نداره، شما طرفدار گفتگوی صلح با طالبان هستید؟ قانون اساسی که قبول نداره، خب مشکل به این پیدا میشه که خلاف منافع کل ملت افغانستان یک گروه میخوای عمل بکنه. درست؟ اینا وظیفه حکومت ها چیست؟ هر روز چطور حکومت مردم افغانستان منتظر میشنه به اینکه صلح صورت میگیره، در حالی که صلح هیچ امکانش نیست که همراه یک گروه ایدئولوژیک که معتقد به امارات اسلامی صورت بگیره. اونا شما میگن که امکان گفتگوی صلح و امکان صلح با طالبا وجود نداره. این جنگ جنگ طولانی است و ایرما به ملت. پس چی باید کرد؟ شما که میگن جنگ طولانی است، چی باید کرد؟ ما باید حکومت داری خوب معرفی بکنیم، برای مردم خدمات ارائه بکنیم. داخلین روستاهای افغانستان ما مردم افغانستان وفادار به حکومت مرکزی بسازیم، به برنامه و پلانایش بسازیم، تا ای که مردم افغانستان خصوصا در روستاهای افغانستان برای طالبا دیگه این شرایط مساعد نسازن که دوج یک پناهگاه بگیره. اگر مردم طالب کمک نکنه در قرا و قصبات، مشکل دیگه مشکل طالب حل میشه. اینا از سوی از بیکفایتی حکومت و از فساد حکومت مردم قرا و قصبات طالب نسبت به حکومت مرکزی ترجیح میده. به این خاطر یگانه راه تامین امنیت در کشور است که ما حکومت داری خوب معرفی بکنیم، اقتصاد مردم خوب بسازیم، ارائه خدمات بکنیم که مردم بفهمن که حکومت حکومت خودشان است. اما حکومت داری خوبه اگر طالبا اجازه نتن و طالبا در مناطقی که حضور دارن حکومت افغانستان اجازه نتن، حکومت افغانستان چگونه میتونه که یک حکومت داری خوبه اونجا برقرار کنه؟ حکومت داری خوبه مردم افغانستان اجازه میدن. حالا مردم یک قریه کلش طالب نیست. درست؟ وقتی که یک گروه 50 نفری از سرحد پاکستان میاد و قریه جا میگیره، چرا مردم یاره جا میتن دموجه؟ درست. سوال دیگه قسم مطرح میشه آقای مسعود که آیا واقعا حکومت افغانستان طرفدار صلح هست؟ خب آلخ میگه که من طرفدار صلح هستم. درست؟ اما این میکانیزمایی که برای صلح گرفته تا بال خیت نتیجه نداره. اگر صلح نتیجه نده، نظر شما چی است به جز از حکومت داری خوبه که شما مطرح کردین؟ جنگ با طالبان و از میان برداشتن طالبان؟ این حالا من برتان میگم این واضح و روشن، حکومت داری خوب معرفی شود که مردم سر فساد حکومت انتقاد نکنه، خدمات ارائه شود، در زندگی اقتصادی مردم تغییر بیاید، وفاداری های ملی برای مردم گفته شود و یک تبلیغات بسیار عمیق ضد طالبان که محتوای طالبان را به مردم افغانستان معرفی بکنه این شروع شود. اگر طالب بحث یک گروهی که قانون اساسی ما را قبول میکنه آمدن از او استقبال میکنه، اگر نامدن وظیفه حکومت هاست که او را باید سرکوب بکنه. بدون سرکوب هیچ امکان نداره که
ما بتانیم صلح سرتاسری، امنیت سرتاسری را در افغانستان به وجود بیاریم و این بی‌مفهوم است که ما هر روز امرا یک گروه شورشگر که هر روز مردم ما را میکشه او کشته میره ما بگیم بیا امرا تو صلح هم میکنیم. هیچ حکومتی در دنیا پیدا نمیشه که این قسم پالیسی داشته باشه. درست؟ ما اول خوب پروگرام های سرکوب پروگرام های اول خدمات را کنیم باز سرکوب شروع بکنیم باز اونا مجبور بشن که بیان امرای ما مذاکره را شروع بکنن. ای که ما تمام امتیاز به او قائل شیم درست اونا هر روز مردم ما را کشته برن و ما منتظر ازی باشیم که یک گروهی که هیچ نوع برنامه‌شان معلوم نیست که طالبا چی میخوان بجز قدرت درست ای ها باید سرکوب شن. دیگه هیچ رایش دیگه وجود نداره. باز هم سر اپوزیسیون و مخصوصا سر جبهه ملی افغانستان پرسش ها قسم مطرح میشه که در داخل جبهه ملی افغانستان چی تضمینی وجود داره که اعضای جبهه ملی افغانستان در روزهای انتخابات در روزهایی که انتخابات نزدیک میشه از هم نپاشن. من. شما در مدتی که کار میکنین در جبهه ملی افغانستان و جبهه را تشکیل دادین چقدر شما معتقد هستین و باورمند هستین که تجربه انتخابات گذشته تکرار نمیشه؟ خب من پیشترم گفتم سر شخصیت های سیاسی که زیاد سر منافع حزبی یا قومی یا گروهی سمتی خود فکر میکنن یا چون احزاب نهادمند نشدن شخصیت های سیاسی همیش مواقفشان تغییر میکنه در کشور ما متاسفانه و در طول 11 سال گذشته ما هم دیدیم. آنچه که مرا مطمئن میسازه و من به او اعتماد دارم خود برنامه جبهه ملی است. اگه برادرایی که در جبهه ملی یک جا شدن معتقد به همین برنامه باشه یک مبارزه سیاسی آرمانی را شروع کرده باشن و معتقد به یک مبارزه سیاسی آرمانی باشن نه به یک مبارزه سیاسی که منافع مقطعیشان را تضمین بکنن ما امیدوار هستیم که دوام پیدا بکنه. سپاس. اگر نباشن و معتقد به منافع زودگذر باشن و نمو حوادث انتخابات گذشته با سرون گفته میشه که سران جبهه ملی افغانستان در این اواخر نشست داشتین و در اونجا تصمیم گرفتین که در شناسنامه های برقی باید اسم اقوام ذکر شوه. این دیدار شما چگونه بوده و بعد از اینکه تصمیم گرفتین بالاخره کی در جریان گذاشتین با کیا صحبت کردین و شما چقدر ضروری میدانین که نام اقوام افغانستان در شناسنامه های برقی درج شوه؟ شما ببینید افغانستان یک کشور قومی است. اقوام مختلف در کشور وجود داره. اقوام افغانستان به افتخارات تاریخی خود به گذشته‌های تاریخی خود بسیار افتخار میکنند و همه میخواهند که هویت قومی هویت فرهنگی خود را حفظ بکنند. اینال یک هویت قومی را یک هویت فرهنگی را ما به نفع یک هویت ملی و به نفع یک فرهنگ ملی توسط صدور و فرمان نمیتونیم که یکی بسازیم. درست؟ این مرحله تکاملی خود باید بپایمه تا وقتی که ما صاحب یک هویت سیاسی یک هویت ملی شدیم. درست؟ اما حکومت های متاسفانه همیش با صدور فرامین خواستن که این کار بکنن. شاید ببینید در بسیار کشورها خواستن که شبیه سازی قومی بکنن. معمولا حکومت های ایدئولوژیک مثل کمونیست ها یا حکومت های قومی بسیار ترجیح میدن که همه گروه های قومی اجتماعی که در یک جغرافیه زندگی میکنن اینا رو توسط یک فرمان با هم شبیه بسازن. اما این امکان پذیر نیست. در هیچ ترکیب اجتماعی کشورهای مثل ما بسیار مشکل است که شبیه سازی قومی و فرهنگی را با صدور فرامین بدون اینکه روند تکامل اجتماعی سازی خود را طی بکنه ما بتونیم به وجود بیاریم. درست؟ مثلا اتحاد شوروی قدیم شما ببینید کل گیره خواستن دور محور کمونیسم جمع بکنن خواستن شبیه سازی بکنن اما وقتی که سقوط کرد امروز ما میبینیم تاجیکستان از ازبکستان از قرقیزستان کل پس هویت های قومی و منطقی پس زنده شد. درست؟ در اینجا حکومت های ما بسیار اشتباه میکنن. درست؟ ما وقتی یک هویت سیاسی واحد پیدا میکنیم که در روند تکامل اجتماعی یک آمیزش سیاسی بین همه گروه های قومی صورت بگیره. شما این خواستایتون رو برای حکومت افغانستان دادین؟ ما همیش دم کابینه میره بحث میکردیم نه در مورد مشخص حال بس نه. تابال نه مگه این کار حکومت تصمیم دارین که خواستایتون به حکومت افغانستان مسلما ما مطرح میکنیم یک کار بسیار غیر نادرست است. این حرکت های قومی رو در افغانستان تشدید میکنه. این به مفهوم عزیز که در خانه زنبور دز زدن. درست؟ هیچ گروه و هیچ حکومت حقی رو نداره که به افتخارات فرهنگی و به افتخارات قومی یک گروه اجتماعی او رو نایده بگیره. اگر حکومت افغانستان این خواستای شما را
نپذیره و قبول نکنه که نام اقوام افغانستان باید در شناسنامه‌های برقی درج شوه، عکس العمل شما چی خواهد بود؟ این حاجت مانی عکس العمل مردم است. مردم حق دارن که از افتخارات خود دفاع بکنن، درست؟ این پلیسی حکومت پلیسی شبیه‌سازی قومی است. در محتوای یک جامعه دموکراتیک شبیه‌سازی قومی هیچ معنا نداره. ما باید بریم طرف یک جامعه سیاسی وضعی که شبیه‌سازی قومی بکنیم، و جامعه سیاسی فرمولش این است که توسط فرمان ما کل اقوام یکی بسازیم. تشکر آقای مسعود که دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، سپاس فراوان از این که این بحث را با ما صمیمانه دنبال نمودید. شبتان خوش.